اما این بخش خبری را با گزارشی مربوط به افغانستان پی می‌گیریم. بنا به گزارش‌ها، پرزیدنت ترامپ در نظر دارد در هفته‌های پیش رو شمار نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان را به نصف کاهش داد. هنوز دولت ترامپ خبر را رسما تایید نکرده است. به گزارش آگاه‌گل، خبرنگار صدای آمریکا، این خبر رهبران افغانستان و دیگر کشورهای جهان را شگفت زده کرده است. اخبار هفته گذشته درباره تصمیم پرزیدنت ترامپ برای کاهش نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان زمانی منتشر شد که رهبران افغان و کشورهای منطقه در حال ارزیابی از لزوم تجدید مذاکرات آمریکا با طالبان برای پایان دادن به جنگ در آن کشور بودند، مذاکراتی که دولت کابل از آن کنار گذاشته شده بود. مقام های افغان علنا میگویند کاهش نیروهای آمریکایی اهمیتی ندارد، اما در محافل خصوصی این نگرانی را مطرح کردند که بدون حمایت آمریکا نیروهای امنیتی کشور برای جلوگیری از پیشروی‌های طالبان با چالش‌های اساسی روبرو خواهند شد. فرمانده این نیروهای بین‌المللی در افغانستان می‌گوید دلیلی برای این نگرانی وجود ندارد. من هم همین شایعات را شنیدم که شما در روزنامه‌ها دیدید، اما باید به شما اطمینان بدم که من دستوری برای کاهش نیروها دریافت نکردم. هیچ چیز تغییر نکرده، اما اگر هم دستور بگیرم و حتی اگر تعدادمان کمتر شود، باز هم در کنار نیروهای امنیتی افغان هستیم. با این حال مفسران سیاسی در کابل تصمیم برای کاهش نیروها را نتیجه مذاکرات بین آمریکا و طالبان در امارات متحده عربی می دانند. برخی انتظار دارند طالبان نیز با کاهش خشونت واکنش مشابهی نشان دهد. تصمیم پرزیدنت ترامپ که 7000 سرباز آمریکایی به زودی و یا شاید در تابستان از افغانستان خارج شوند، نتیجه ی روند صلح افغان است و ما نسبت به تأثیر مثبت آن خوشبینیم. مقام ها و مفسران در پاکستان، کشور همسایه که گفته می شود پناهگاه رهبران طالبان است، میگویند از مدت ها پیش در انتظار خروج آمریکا از افغانستان بودند، اما کاهش ناگهانی نیروها می تواند عواقب ناخواسته ای داشت.